دو تا موش هستن که نژاد بالپسی ماده هستن، در طی مرحله گذراندن فاز پایلوتشون هستن. این الان سرطانی شده؟ بله، جفتشون سرطانی شدن در بشریت یکسان. این موش هایی که میبینید در ناحیه راست شکمشون با تزریق مواد شیمیایی تومور سرطانی ایجاد شد و بعد این محققان به نیمی از اون موش ها در مراحلی آنتیبادی طراحی شده شون رو تزریق کردن. موش های سرطان گرفته رو به بهبودی گذاشتن با آنتیبادی. این هم همین قسمت پهلوی سمت راستشون هستش که خیلی کوچیک. بله. سرش رنگ زده، یعنی این دارو. این یعنی که این دارو گرفته. الان میبینین چقدر تودش بزرگتره. این دارو نگرفته. اینجا پژوهشگاه سرطان جهاد دانشگاهیه. دانشمندان جوان جهاد آنتیبادی رو در مدت 4 سال برای درمان تومورهای سرطانی طراحی کرده و ساختن و روی موش هم آزمایشش کردن. متوجه شدن این آنتیبادی سلولهای توموری رو از بین میبره. این آنتیبادی حیوان رو دچار مشکل نکرد، ولی در این حال تونست سایز تودش رو کاهش بده. چقدر، یعنی اون تغییر سایزش قابل توجه بود؟ بله. حالا چند سالیه آنتیبادی ها که معمولا مولکول های پروتئینی هستن در دنیا توجه خیلی ها رو برای درمان سرطان جلب کردن. محققان جهاد دانشگاهی در یک طراحی و مدل سازی کامپیوتری به تولید آنتیبادی دست پیدا کردن که فعالیت دوگانه ای داره، یعنی هم سلول های توموری رو از بین میبره و هم ایمنی بدن جاندار رو افزایش میده. افزایش ایمنی بدن هم خب میتونه به از بین رفتن تومور کمک مضاعف کنه. در همه انواع سرطان ها و تومورهای سرطانی میتونه این آنتیبادی تاثیر داشته باشه؟ سرطان پستان، پروستات، کلون و تا اونجایی که یادم هست تخمدان و لوزالمعده. بیشتر سرطان ها قابل استفاده است. بسیاری از انواع سرطان های حالا مهم افزایش بیان داره. توی کشورهای دیگه مطالعاتی بوده، ولی هنوز به عنوان دارو وارد بازار شده باشه ما تا حالا چیزی نداشتیم. حالا آنتیبادی ضد سرطان جهاد دانشگاهی که فعالیت دوگانه هم داره، فازهای آزمایشگاهی و حیوانی رو گذرونده و در مرحله نیمه صنعتیه. کاش زودتر به کمک درمان بیماران بیاد. موش های سرطانی که دارن یکی یکی خوب میشن.